شما تا قبل از این اینقدر بیگ پروداکشن نبود کاراتون و چی شد حالا از پارسال که تنگ ابو قرار و امسال تصمیم گرفتین اینقدر پروژه عظیمی رو در واقع به دست بگیرید؟ به حال ببینید این انتخاب مضمونی، انتخاب روایت زندگی آقای تختی خب یک الزاماتی رو داشت، همونطور که سال گذشته انتخاب اون عملیات خاص احتیاج به یک ملزوماتی داشت. این که شما این قصه رو انتخاب میکنید، یعنی در گام اول تصمیم نمیگیرید که بیگ پروداکشن بسازید، در گام اول تصمیم میگیرید یک قصه رو روایت کنید راجع به آدمهای اونها، خودشون الزامات پروداکشن رو در واقع میارن همراه قصه، برای همینه که خود نفس بیگ پروداکشن بودن چیز مهمی نیست، نه وجه مثبتی است برای فیلم نه وجه منفی. خب اینقدر متفاوت بود با کارهای قبلیتون؟ عرض میکنم به حال و هوای جامعه خیلی بستگی داره، یه مقدار بیشتر این فضا الان برای من ایجاد شده که جامعهمون احتیاج به یاداوری یه سری آدم‌ها داره که این یاداوری رو انجام بده که ما همیشه شبیه الانمون نبودیم، آدم‌هایی در واقع تو این کشور زندگی می‌کردن که منششون رو میشه در واقع دوباره یادآوری کرد و میتونن برامون الگو باشن. این یک تصمیم کلی بود، حالا طبعا سال گذشته توی یک سری آدم ها متجلی شد، توی این فیلم راجع به شخصیت آقای تختی بود، بیشتر از حال و هوای فعلی جامعهمون به نظر خودم میاد. بازیگران تختی با نابازیگریشون آسیب نزدن به کار و دوبله ای که روی کار سعی کردیم که این اتفاق نیفته. حالا دیگه با مخاطب هر قضاوتی که داره قطعا قضاوت مخاطب حرف آخر رو میزنه، ما سعی کردیم این اتفاق نیفته. پرسه انتخاب بازیگر چطور گذشت براتون؟ به حال انتخاب نقش جوانی آقای تختی، یعنی کسی که نقش عمده کار رو داشتن، چند ماهی طول کشید بابت پیدا کردن آدمی که ویژگی‌های مختلفی رو داشته باشن، هم بتونن کشتی بگیرن هم بیست چهرهشون قابلیت شبیه شدن رو داشته باشه. اینها چند ماهی طول کشید، شاید 3 ماه جستجو بود. پیشبینیتون از گیشه؟ نمیدونم، پیشبینی دقیق ندارم، امیدوارم که مردم دوست داشته باشن. حالا این کلیه، گیشه الان ایران شرایط پیچیده‌ای داره، ولی امیدوارم که به هر حال مردم بپسندن فیلم. مرسی از شما.